خب بریم سراغ گفتگوی امروز. سلام میکنم به شما آقای معدنچی، آقای شکوهی، خیلی خیلی خوش اومدین. بفرمایید شما هم یک خوشوبشی به بینندگان ما بکنید تا بعد من سوالاتمو خدمتتون بپرسم. آقای معدنچی. نه، من هم به شما و همینطور به هموطنان و بینندگان این برنامه سلام عرض میکنم. من هم سلام میکنم به خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز و درود بر کانونهای شورشی که قیام بزرگ 98 رو رقم زدن و همینطور گرامی می‌داریم شهدای قیام 98. بله. مجید با شما شروع کنیم. در رابطه با ویژگی‌های قیام خیلی صحبت شده و اینکه چه تفاوتی داشت با قیام‌های قبلی و چه تأثیراتی داشت که در ادامه هم بیشتر گفتگو می‌کنیم. سوال اولم این هست که چه پارامترهایی، چه ویژگی‌هایی باعث شد که این قیام با قیام‌های دیگه متمایز بشه؟ بله. خدمتتون بگم بایستی از اول بگم قیام به سرعت شکل گرفت و مردم و محرومان تو شهرهای مختلف در سراسر رژیم بر سراسر ایران بر علیه این رژیم به پا خواستن. همینطور شعارها به سرعت رادیکال شد و به طور خاص ولی فقیه جنایتکار رو نشان رفت. خیلی از شعارها در واقع در اصل مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور بود. همینطور نسل جدید که در این رژیم متولد شده بودند و پیوسته در معرض تبلیغات و القابات همین رژیم به طور خاص بر علیه مقاومت بوده، هسته مرکزی خیزش همین قیام ها بودن. یا نقش زنان رو اشاره کنم به عنوان نیروی پیشتاز و رهبری کننده این قیام بسیار چشمگیر و تأثیرگذار در اون قیام بود. محور دیگه در این قیام تمامی مراکز دولتی، نظامی و همینطور مراکز سرکوب و مراکزی که مورد در واقع اخاذی مردم، مورد غارت مردم بودند، مورد حمله مردم و جوانان قرار گرفتند. به هیچ وجه وسیله یا اماکن مردم مورد هجوم قرار نگرفت الا توسط خود مزدوران رژیم. آقای معدنچی شما چطور؟ به نظرتون چه ویژگی هایی داشت اضافه بر اون چیزی که الان مجید گفت؟ قبل از اینکه من ویژگی های دیگر این قیام رو خدمتتون عرض بکنم، اجازه بدید که یکی دو نکته بر اونچه که آقای شکوهی گفتنش اضافه بکنم. ایشون به نقش زنان در این قیام آبان 98 اشاره کردن. من بذارم خیلی مهمه. این عاملی است که ایادی و مقامات رژیم هم روی تأکید کردند. بله، چند بار هم گفتند که لیدری این قیام رو زنان به عهده داشتند. مثلا مقامات مختلف رژیم گفتند. اگر یادتون باشه، شاید هموطنان ما هم خاطر داشته باشند که این رو 20 چند سال پیش خانم رجوی در گرد همایی بزرگ سالانه مقامات ایران در ارتسکورت لندن گفتند، اونجایی که نام اون مثلا چیز هم برنامه هم زنان نیروی تغییر بود. دلی. این نیروی تغییر زنان در این قیام به خصوص خودش رو نشون داد و همینطور بعد از اون هم شاهد بودیم چشم دنیا رو خیره کرد. در واقع میشه گفتش که شعار زن مقاومت آزادی نطفش در همون قیام آبان 98 بسته شد. این یه رو که بود میخواستم عرض بکنم. یکی دیگه هم سایر نکاتی که اگر بخوایم بگیم، این که از ویژگی های مهم قیام آبان مثلا نقش آتش بود و این که از اینجا بود که قیام آبان قیام آتشین آبان لقب گرفت. همونطور که الان در گزارش که پخش کردیم هم دیدیم، مثلا آخوندزاده نوری میگفتش که اینا 900 پمپ بنزین رو آتش زدند و همین ترتیب تعداد بانک ها، تعداد مراکز سرکوب و غارت توسط رژیم آتش زده شد در تهران و همه شهرها. این در واقع استراتژی قیام رو مشخص میکنه. و یک عامل مهم دیگه این بود که این نقش کانون های شورشی و به اصطلاح نقش سازماندهی در این قیام بود که خب این رو میذاریم که یه خورده بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. دو تا ویژگی دیگه هم که میشه بهش اضافه بکنم به این ویژگی ها این بود که در این قیام این شاه پرست ها و نمیدونم این کسانی که معمولا داهیه ای دارند و اینا هیچ کدوم در قیام نقشی نداشتند، نتونستن ظاهر بشن به خاطر اینکه این مشی قیام که عبارت از مشی مسلحانه
و آتش زدن بود. آتش به سر زبان اینها رو بسته بود، زبان تمام اینها و خشونت پرهیزان. یک نکته قابل توجه دیگه هم به اصطلاح این اصلاح طلب های در اون رژیم و باند مغلوب بودند. اینها هیچ کدوم ذره فاصله نگرفتند از خلیفه سرکوبگر و خونریز ارتجاع، همینشه اون رو تایید کردند و هیچ کدوم در قبال این کشتار 1500 نفر، دست کم 1500 نفر به نظر من یک ارزیابی بسیار خیلی محتاطانه است. خب خیلی از اینا اصلا به اسمشون یا چیزشون به دست مقاومت نرسید. بله. و این هیچ کدوم اینها علیه این کشتار، علیه این جنایت حرفی نزدند و یک بار دیگه اینها ماهیت خودشون رو نشون دادن که همچنان در کنار باند مغلوب هستند. البته بیشتر اینها هم همون سرکوبگران و شکنجهگران دهه 60 هستند و تکلیف اینها در همون قیام دی ماه 96 روشن شد با اون شعار ماندگار و که مهر زد گفتش که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. بله. بله. آقای مدنچی، الان شما به برخی از ویژگی‌های قیام از زبان خود عناصر رژیم یه اشاره‌ای هم کردیم. می‌دونم که یک سری تحقیقات هم خود رژیم کرده بود، در قالب یک کتاب هم ظاهراً چاپ کرده بود. می‌خواستم بپرسم نهایتاً ارزیابی خود رژیم از قیام آبان 98 که یک باره در برابرش قد علم کرد چی بود؟ به نظر من مهمترین ارزیابی رژیم این بود که ما بایستی در این قیام، یعنی رژیم بایستی در این قیام سرنگون میشد. این رو خیلی از آدمای رژیم گفتن و گفتن که تنها یک معجزه ما رو نجات داد. من جمله یکی از مهمترین اعتراف ها مربوط به سرکرده عملیات بسیج هست، فردی به نام سرتیپ پاسدار سالار آبنوش که اون گفتش که من معتقدم که فقط خدا ما رو نجات داد. فقط خدا ما رو نجات داد یعنی چی؟ یعنی که یک معجزه خلاف معمول، خلاف قانونمندی ها و اینا اتفاق افتاد. بعضی هم میگن که این مثلا ناشی از درایت خامنه بود. درایت هم اسم مستعار سرکوب و کشتار و خونریزیه. به هر حال اون چه که همه آدمای رژیم تا اونجایی که من دیدم روش اتفاق نظر دارند این بود که همین خود پاسدار گفته بود که این فتنه فتنه دیگری بود، یعنی اصلا با سایر فتنه ها قابل مقایسه نبود. یکی دیگه شون به اصطلاح این حسام الدین آشنا که معاون سابق وزارت اطلاعات بوده و مشاور روحانی بود، این میگفتش که اینها میخواستند عملیات فروغ جاویدان دو رو رقم بزنند اما مرساد دو رقم خورد. یعنی خود اینها این رو با عملیات فروغ جاویدان یا به قول خودشون مرساد مقایسه میکنند که اون عملیاتی که رژیم رو تا لبه پرتگاه سرنگونی برد و لرزه سرنگونی رو بر جان رژیم انداخت که هنوز هم ادامه داره. به غیر از این باز اگر به حرفای ایادی رژیم و مقامات رژیم نگاه بکنیم اینه که معتقدند که این قیام تمام نشده. هشدارهایی که به هم دیگه میدند که قیام بعدی در راهه و قیام بعدی بسا خونین تر، سازمان یافته تر، به هم دیگه دائم هشدار میدن، به خصوص این روزنامه ها و رسانه های باند مغلوب دائما میگن که بر حذر باشید، هشدار باشید که این ممکنه که نمیگن ممکنه، میگن قطعا اتفاق خواهد افتاد و بایستی ما بتونیم جلوی این رو بگیریم. اینا میخوام بگم پرسید ارزیابی رژیم از این چیز چی بوده؟ این رو میخوام بگم که سرنگونی در یک کلام. بله. اعتراف اوناست. من یادمه که اون موقعم که رحمانی فضلی اومد بعد چند روز در رابطه با ابعاد خسارت ها به رژیم هم گفت که الان توی تصاویر اولام دیدیم که گفتین زنوری گفته 900 تا ولی خیلی بیشتر بود. تصاویری داریم از همین خسارت ها، ابعاد خسارت هایی که مردم وارد کردن به اصطلاح اماکن خود رژیم، ببینیم اینو بعد دوباره برگردیم. البته همونطور که گفتین اعتراف ها نسبت به همین واقعیتی که گفتم خیلی زیاده، از جمله همین رحمانی فضلی که گفتین، دیگه من به خاطر اختصار از ذکر همه اونها خودداری کردم. خب آقای شکوهی، سوال بعدیم از شما در رابطه با همین موضوع تهاجم جوانان به مراکز سرکوب رژیم هست. البته شاید یه خورده عجیب به نظر بیاد، چون به هر حال میگیم که قیام و خاصیتش همین تهاجم و به اصطلاح مقاومت مردم است. اما سوالم اینه که چرا و چطور جوانان مراکز حکومتی رو مورد تهاجم قرار دادن اول، و اینکه خب
این اقدام اونها چه تأثیری روی مردم که در کف خیابونها بودن داشت و بعدم چه اثرگذاری روی خود نیروهای سرکوب داشت؟ به طور خاص این کلیپی که الان نشون دادید خیلی گویا بود. تازه این مواردی بود که خود سران رژیم یا کارگزارای رژیم بهش اعتراف کردن، چون واقعا حمله به مراکز رژیم به طور خاص مراکز سرکوب با دلاوری های خیلی زیادی همراه بود. به طور خاص کیوسکای نیروی انتظامی رو با آتش کشیدن، یا یکی از اصلی ترین مراکز سرکوب تو محلات که همین پایگاه های بسیج بودن که الان گفتش که 50 تا از مراکز بسیج رو مردم حمله کردن، خیلی ها رو هم گرفتن، خیلی هم به اصطلاح تسخیر کردن اینا، یا مرکز چپاول و غارت رژیم که بانک ها بودن، خودشون گفتن که چقدرشون میدونن که تمامی این مراکز مراکز فساد و غارت و چپاول و سرکوب رژیم بود. به همین دلیل نوک تیز پیکان حملات جوانان هم همین مراکز بودن که توی اون شرایط خیلی عالی بود، در واقع نشون دهنده آتش خشم مردم و جوانان بود بر علیه رژیم. حالا میگین چه تأثیری داشت؟ به طور خاص این حملات روی روحیه جنگندگی و تهاجم مردم و بقیه، همین که میگید کف خیابون، بقیه مردم به طور خاص خیلی تاپ میرفتن پشتشون و از اونها حمایت میکردن، دل و جرأت پیدا میکردن. از اون طرف هم مزدوران رژیم به قایت ترسیده بودن و وحشتناک رو به پا به فرار میگذاشتن، و همین دلیل میشه گفتش که در اصل این قیام یکی از اصلی ترین بیاناتش این بود که روحیه رزم و جنگندگی جوانان رو نشون داد. دوستی برامون کامنتی گذاشته، گفته که این قیام هرچند سرکوب شد اما مثل سایر انقلاب ها دستاورد های آن موجب پیروزی می شود. دوستی هم سوالی ازمون کرده، آقای مدنشی شما محبت کنید اگر امکانش از پاسخشو بدین. گفت سوال کردن در قیام بعدی که در راه است، چشمنداز درگیری ها با نیروهای رژیم آیا به شکل خشنتر خواهد بود و سرختر؟ با درود به این هر دو هموطن که نکات مهم و جالبی رو مطرح کردند. هموطن اول که ازش اون کامنت خوندید گفته بود که این قیام سرکوب شد اما ادامه پیدا خواهد کرد. این حرف کاملا درستیه. ببینید در جنگ سرنگونی، در جنگی که مردم با رژیم دارن، خب این جنگ از نبردهای متعددی تشکیل شده. مثلا شما در نظر بگید مثل جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم سلسله نبردهای متعددی است که حاصل جمع همه اینها منجر شد به شکست قطعی و نابودی فاشیسم هیتلری. در خیلی از جاها اونا پیروز بودن، تلفات زیادی گرفتن، اسرای زیادی گرفتن. قیام‌های مردمی هم همینه. هر قیام در واقع ممکنه که ظاهرا سرکوب بشه و اینا، اما مثل همون آبی است که فرو میره در داخل زمین و به قول قرآن گم نمیشه، هدر نمیره، از یه جای دیگه به صورت چشمه‌سار دیگری ظاهر میشه، بارز میشه و آثار حیات بخش خودش رو داره. هموطن دوم اگر دوباره محبت بکنید چیزشون بکنید، سوالشون رو. آتش گستره تر میشه و خشم. بله بله. سرختر خواهد بود یا خیلی؟ بله قطعا. قیام بعدی حتما که رادیکالتر خواهد بود، حتما که تجاربی که در این قیام وجود داشت مورد استفاده قیام کنندگان قرار خواهد گرفت. و مهمتر از همه سازماندهی، عنصر سازماندهی در قیام آبان بود و این سازماندهی حتما که در آینده بیشتر و به صورت خیلی کاراتر و عملیتری شاهدش خواهیم بود. این سازماندهی قیام آبان چیزیه که خیلی وحشت و نگرانی مقامات رژیم رو هم برانگیخته بود. بله. و خب وقتی ما میگه از سازماندهی قیام صحبت میکنیم، منظور این نیستش که تمام اون چه که در قیام آبان اتفاق افتاد سازماندهی شده از جانب مثلا مجاهدین و کانونهای شورشی بود. نه، بخشیش که البته همین بود، ولی بخش دیگه‌اش در واقع این استراتژی مجاهدین بود که جوانان و جوانان شورشگر و آسی رو جذب میکرد و خیلی وقتا اینا در صحنه با هم دیگه به اصطلاح جوش میخوردن، گره میخوردن و همون کانونهای شورشی تبدیل به یک بار دیگه این به اصطلاح تئوری کانونهای شورشی که کانونهای شورشی در
تکامل خودش باید منجر بشه به گردان‌های شورشی به شهرهای شورشی. این در قیام آبان اتفاق افتاد. ما شاهد شهرهای شورشی بودیم که گاهی وقتا مدت یک روز دو روز کل شهر در اختیار در تصرف مردم و جوانان شورشی بود. اجازه من یکی از مثلا همین مثلا اعترافات ایادی رژیم رو بخونم. مثلا پاسدار شمخانی گفته بود که یک شبکه وسیعی از کانال‌هایی که نه به اسم مجاهدین بلکه با خط و مشی مجاهدین عمل می‌کردن نیز شناسایی شدند. و البته گفته بود که خیلی از این کسانی که وصل به مجاهدین بودن شناسایی شدند. این رو در تکمیل اون میگه. بنابراین همونطوری که خود ایادی رژیم هم میگن، پیش‌بینی می‌کنن و هشدار میدن، قطعاً این قیام محتومی در راه هست و این ردخور نداره، نباید درش تردید کرد، نباید درش شک کرد. این قیام آبان در واقع یک مانور سرنگونی بود، یک تمرینی بود برای سرنگونی. و در اینجا خیلی واقعیت ها ظاهر شد. این تمام دنیا همین رو به چشم دید، این که رژیم چقدر ضعیفه، این که قیام کنندگان چقدر قوی هستند و قادر شجاع هستند، قادر به سرنگونی هستند. بله. این چیزی که مخ خورد. بله آقای منجی، دیدیم تصاویر رو و فکر میکنم که بسیار بیشتر هم بوده که شاید امکان تصویر برداری نبوده و منتشر نشده. سوالم این است که چرا رژیم و مشخصا هم خامنه ای از همون لحظات اول شروع قیام اینطور وحشیانه دست به سرکوب مردم زده؟ به خاطر اینکه خوب میدونست که اگر کمترین تعللی بکنه در این سرکوب و کشتار، خب این رژیم، این قیام کنندگان رژیمش رو تا انتها سجر میدن، جارو میکنند و تومارش رو در مینوردند. تنها با یک همچین کشتاری تونست مثلا موفق بشه. و خب این کشتار که راه حل نیستش که. به این ترتیب یک دره از خون بین خودش و مردم ایجاد کرد. اون چیزی که امروزه همه به اصطلاح این سردمداران رژیم ازش به عنوان بی‌اعتمادی بین مردم و رژیم نام میبرند، در واقع همین خشم و کینه مردم هست که خودش رو در همه به اصطلاح کنش و واکنش های مردم و حاکمیت نشون میده. از جمله در این انتخابات های قلابی، نمایش های انتخاباتی که میبینیم که هر نمایشی نسبت به نمایش قبلی یک ورشکستگی بیشتری رو رژیم نشون میده، به طوری که رژیم با تمام تقلبات نمیتونه یک آمار به اصطلاح یه خورده به اصطلاح آبرومند بتونه ارائه بکنه. و همین خامنه‌ای که میگفتش که وای بر اون کشورهایی که نمیدونم انتخاباتشون 30-40% برگزار میشه، ناچار شد خودش اعتراف بکنه، البته با همه رقم سازی ها و تقلبات، که انتخابات خودش با 40% بوده، البته به طور واقعی که 8% بود میزان شرکت در انتخابات. میخوام اینو عرض بکنم که اولا که ماهیت خود رژیم این رو اختصار میکنه. هیچ این رژیمی که دشمن شماره یک مردم ایرانه، هیچ زبانی جز زبان قهر و گلوله و هیچ رابطه‌ای به غیر از سرکوب نداره، کما اینکه مردم هم متقابلا هیچ زبان گفتگو و دیالوگی با این رژیم جز زبان قهر و آتش ندارن. خب شما میدونید که استراتژی رو که ما تعیین نمی‌کنیم، دشمن به ما تحمیل می‌کنه. بله. اگر می‌بینیم که در این قیام آبان آتش به اصطلاح خط و مشی اصلی این قیام بود و این قیام به عنوان یک قیام آتشین مهر خورده و ثبت شده، این به خاطر همون ماهیت رژیمی که اینطور بیرحمانه و با قساوت دست به کشتار مردم میزنه. مردم همینجوری جوابش رو میدن. بله، یکی از دوستانمون کامنتی هم گذاشته، گفته واقعا اگر این کشتار نبود سرنگون شده بود، منظورش رژیمه، ولی به طور وحشیانه مردم رو کشتن. آقای مدنچی، یک سوال دیگه از شما. به طور محوری دستاوردهای قیام آبان 98 چی بود؟ یکی تثبیت استراتژی این قیام، که همونطور که عرض کردم قیامی است مبتنی بر قهر انقلابی و بر آتش. اونچه که در این قیام مهر خورد و محک خورد، پیروزمندی قیام این
استراتژی آتش در برابر آتش بود، آتش جواب آتش. این چیزی بود که مردم اون رو به اصطلاح با صدای بلند و با زبان آتش اعلام کردند و همه دنیا هم این رو دید. دیگر اینکه سازماندهی بودن این قیام، همونطور که عرض کردم، باز من باز از قول ایادی رژیم و مقامات رژیم عرض میکنم که اونها این رو مکرر عنوان کردند و بهش اعتراف کردند. مثلا همون علی شمخانی که عرض کردم گفتش که این افراد به دو مجاهدین وصل بودند. فکر میکنم 34 نفر از مجاهدین تا کنون دستگیر شدند. و در جلسه علنی مجلس گفتش که تعدادی از افرادی که به تحریک مردم در خیابان‌ها مشخص شد دستگیر شدن، مشخص شد که با سازمان مجاهدین در ارتباط هستند. و باز از اونچه که مهر خورد در این قیام این بود که این مردم ایران، عموم مردم ایران، این رژیم رو نمی‌خواند و با تمام قوا علیه این رژیم برخواستند و این رژیم رو دیر یا زود و البته زود سرنگون خواهند کرد. من خدمتتون عرض بکنم که این ارزیابی خود آدمای رژیم بود که گفتن که از قیام دی ماه 96 تا بهمن تا آبان 98 دو سال طول کشید، از قیام 88 تا 96 مثلا 8 سال طول کشید و این به اصطلاح توالی قیام ها هرچه کوتاه‌تر میشه. اون چه که در این چیز بازه اتفاق افتاد و قیام 1401 رو شاهد بودیم، کرونا بود و خامنه ای به وسیله کرونا تونست قیام رو سد بکنه و با اون 500 هزار کشته و تلفاتی که در جریان کرونا به مردم ایران تحمیل کرد. بعد از 1401 هم باز شاهد در سال 1402 شاهد یک ترفند دیگر خامنه‌ای بودیم، اون هم جنگ افوزیش در منطقه بود. یعنی رژیم و خامنه‌ای با یک همچین به اصطلاح ترفندهای جنایتکارانه تونستند به اصطلاح سد راه قیام بشن، ولی خب این که موقتیه، قیام راه خودش رو ادامه داره. یکی از به اصطلاح شاخصهایی که این قیام ادامه داره عملیات کانونهای شورشی هست در سالگرد همین قیام آبان که حدود 30 رشته عملیات آتشین داشتند به رغم همه به اصطلاح کنترل های رژیم، سرکوبگری های رژیم، آماده باش رژیم و 100 پراتیک انقلابی داشتند، از تصویرنگاری ها بر دیوار تا دیوار نوشته ها تا پلاکارت ها فلان. این 30 رشته عملیات آتشین خودش بهترین بیانیه اینه که قیام آبان خاموش نشده و ادامه داره. این چیزیست که ایادی رژیم هم بهش اعتراف میکنن، از جمله یکی از همین کارشناسان رژیم امروز گفته بود که قیام آبان ادامه دارد. این خوب است. بله. هموطنی برامون کامنتی گذاشته، گفته اینکه این بزدلان خامنه ای وقتی قدرت جوانان را میبینن مثل موش مرده میشن، باز روز قیام خواهد آمد و این بار با قدرت بیشتر. آقای شکوهی شما چطور به نظرتون دستاوردهای قیام؟ خیلی عالی گفتن، ولی خب باز اشاره کنم که به نظرم استراتژی ارتش آزادی در کانونها و محله ها و همینطور شهرهای شورشی محک خورد و امتحان خودشو پس داد و میشه گفت صحت و حقانیت استراتژی کانونهای شورشی و همینطور شهرهای شورشی رو آشکار کرد و مشخص شد که کانون شورشی ایده راهگشا و راهنمای عمل نسل شورش و اوسیان هستش. همینطور الان اشاره کردن به استمرار قیام، همون موقع استمرار قیام آبان تو اون موقع با اعتراضات دانشجویان به فاصله 2 ماه بعدش، اگه خاطرتون باشه قیام دانشجویان بود که بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراین. بله. و همین دلیل پس میشه گفت که این استراتژی صحتش مشخص هستش و استمرار قیام هم در واقع بیانگر درستی همین استراتژی هستش. آشکوی الان از ابتدای صحبت هم آقای مدنچی یکی دوبار اشاره کردن به نقش کانونهای شورشی و همینطور از زبان ایادی رژیم، الان هم شما گفتین. مشخصا کانونهای شورشی چه نقشی داشتن در قیام آبان 98؟ با
بایستی گفت که کانون‌های شورشی با عملیات مستمر خودشون که الان باز اشاره کردن آتش قیام رو از 96 تا 98 حفظ کرده و نگذاشتن که آتش قیام سرد بشه و به همین علت هنگامی که جرقه بنزین زده شد جامعه با همان الگو و الگوی اصیل کانون‌های شورشی وارد قیام آبان 98 شد که قیام آتش واقعا نام گرفت. همینطور میشه گفت کانون‌های شورشی استراتژی ارتش آزادی رو در بسیاری از محله‌ها و شهرها پیاده کردن و موفق شدن که به اعتبار چنین استراتژی آتش رو در سراسر میهن شعله ور بکنن. حتما اطلاع دارید که خانم رجوی گفتن درباره کانون‌های شورشی، میگن که کانون‌های شورشی جرقه و آتش‌زنه قیام هستند و در حد فاصله 96 تا 98 بی وقفه کار کرده و به جنبش اعتراضی مردم ایران سمت و جهت بخشیدن. فعالیت کانون‌ها از دیماه 96 تا قیام 98 با دستگیری‌ها و فداکاری‌های بسیار عجین بوده تا شعله‌های قیام رو فروزان نگه داره. حتما باز شنیدید که آقای رجوی گفتن، رهبر مقاومت در آبان 97 اینطوری گفتن: کانون‌های شورشی به عنوان جرقه و آتش زدن قیام‌ها وارد کار می‌شوند. این نوک هرم قیام‌ها و معین عمل سمت دهنده و راهنماست. عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یکانهای ارتش آزادی پدید میاد که بیانگر این هستش که چقدر این استراتژی مقاومت درست، اصیل و بجا هستش و همینطور تا همین الان میبینیم که چگونه راه خودش و جای خودش رو تو جای جای میهنمون باز کرد. همون که الان برادر آقای علیزاده مدنچی اشاره کردن، گفتن که هم صد پراتیک انقلابی داشتن و هم سیرشته عملیات انقلابی. در تو اون موقع من خاطرم است که تو گرماگرم قیام فکر می‌کنم یکی دو روز گذشته بود که خامنه‌ای اومد یه موضع‌گیری کرد، اومد جوانان اوسیانگر رو در کف خیابون‌ها گفت اشرار هستن و خلاصه توهین‌هایی کرد. اما بعدش دیدیم که یواش یواش سایت‌های رژیم، مهره‌های رژیم، عوامل رژیم، هم کمون که الان شما اشاره کردین که شمخانی اومد اشاره کرد و گفت اصلا که اونا از کجا اومدن و به نقش و حضور مجاهدین در کف خیابون اعتراف کرد. دقیقاً. آقای مدنچی، به نوعی آخرین سوال من هست، بفرمایید اگه نکات تکمیلی تا اینجا دارین در رابطه با موضوعاتی که مطرح شد بفرمایید. خب الان این گزارشی که پخش کردین گزارش بسیار جامع و خوبی بود. من میخوام به یک عبارتی که در ابتدای این گزارش از خامنه‌ای پخش شد شنیدین اشاره بکنم که گفتش که اینهایی که بانک ها رو آتش میزنند مردم نیستند، اینها اشرار هستند. بگذاریم حالا اینکه اشرار وقتی اینا میگن در واقع خودشون شرورترین و اشرار هستند و به شریفترین فرزندان مردم ایران میگن اشرار. از اینکه بگذاریم، از قضا این عمق آگاهی قیام کنندگان رو نشون میده که مراکز سرکوب، مراکز غارت رژیم رو که این بانک ها مثلا نمادش هستند در کنار مراکز سرکوب مثل پاسگاه ها و اینها رو مورد حمله قرار میدادند. اما آقای شکوهی هم در ابتدای صحبتشون اشاره کردند که در هیچ کدوم از این حملات و آتش زدن ها ما شاهد حتی یک مورد نبودیم که مثلا همین مردم و جوانان شورشی مغازه های مردم یا خانه ها یا اموال مردم، ماشینشون، اینا رو مورد آسیب قرار بدن. از قضا این پاسداران و بسیجی ها بودن که این کار رو میکردن و میخواستن بندازن گردن قیام کنندگان. تصاویرش هم خیلی منتشر شده. این نشون میده که این قیام مردم ایران و جنبش مردم ایران تا چه اندازه به صورت پاکیزه هست و چقدر انقلابیه. در سایر شورش های کشورهای دیگه میبینید که وقتی شورش میکنن یکی از کارهای همون عوامل شورش و اینه که حمله میکنن به سوپرمارکت ها، به مراکز به اصطلاح همین فروش و اینها. نه، مطلقا از این چیزا نبود. یک مورد غارت رو حتی رژیم هم نتونست روش انگشت بگذاره. و من یاد صحنه هایی میفتم از قیام ضد سلطنتی که اونجا هم وقتی که مردم حمله میکردن به این مراکز سواک و اینا،
مثلا اساسیه اون مثلا مرکز مربوطه رو می آوردن وسط خیابون آتش می زدن و می گفتن کسی هیچ کس نمی آورد و هیچ کس هم چیزی نمی برد. این غارت نکردن مثلا سوپرمارکت ها و مغازه ها و اینا در شرایطی که ما می دونیم که مردم ایران و همون قیام کنندگان تحت چه شرایط اقتصادی، تحت چه فشارهای اقتصادی هستند و از قضا این نقطه ثقل قیام 98 این بار در جنوب شهر و شهرکای جنوب تهران بود، فقیر نشین در سایر شهرها هم همینطوری بود. بله. ولی نشون میداد وقتی بانک ها حمله میکنن از عمق آگاهی اینها بود که میفهمیدن که این بانک ها میدونستن که عامل غارت و چپاول مردم هستند و واقعا این بانک ها یکی از مراکز مثلا خانه خرابی مردم هستن یا مثلا به مراکز جهل و جنایت حوزه ها حمله میکردن، باز همین عمق آگاهی مردم و قیام کنندگان رو نشون میده. بله. من خواستم در ارتباط با همین گلیبی که پخش کردید عرض بکنم. بله، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید من دو تا از کامنت های ام که تا الان اومده رو واسهتون بخونم. از امروز به مدت 3 روز هموطنی کامنت گذاشته: در گرامی داشت قیام آبان، ایرانیان هوادار مقاومت از استرالیا تا آمریکا و کانادا و اروپا تظاهرات اکسیون میز کتاب و نمایشگاه برگزار میکنن. هموطن دیگه هم برامون نوشتن که کانون های شورشی قلب تپنده انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هستند. بله، بسیار عالی. آقای مدنچی، آقای شکویی، ممنونم از شما، سپاسگزارم. میدونم که هر چقدر واقعا بخوایم صحبت کنیم در باره قیام آبان 98، در باره محورهای اون، ویژگیهای اون، بازم کمه. تشکر میکنم ازتون به خاطر اینکه وقتمون کم بود، در خلاصه ترین کلام بیشترین توضیحات رو و روشنترین توضیحات رو برامون ارائه دادین. ممنونم آقای مدنچی. آقای شکویی، با سپاس از شما. من به نوبه خودم تشکر میکنم از شما که چنین امکانی رو فراهم کردید تا درباره قیام آبان 98 خودش حماسه ای از حماسه های مردم ایران هست بتونیم صحبت بکنیم. من هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از هموطنان عزیزمون، همینطور اشرف نشان ها در سراسر دنیا که همین اکسیون ها رو برگزار میکنم، ازشون تشکر و قدردانی میکنم. بله، بسیار عالی، ممنونم از شما.